سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. قبل از اینکه ویدیو امروز رو شروع کنیم و پرونده امروز رو با هم بررسی کنیم، یه چیزی میخواستم بهتون بگم. اونم اینه که خب ما وقت زیادی میذاریم برای تولید محتوا و از پیجایی که محتوای ما رو کپی میکنن واقعا توقع داریم که حداقل بنویسن، حداقل منبعش ذکر کنن که کانال ما بوده. آره، حداقل اینو بنویسن. واقعا فکر نمیکنم ضرری بهشون برسونه، ولی این که برین خط به خط کپی کنین، این که کانال تلگرام بزنید و ویدیوهای منو بفرستید داخلش و حتی نوشته رو عوض نکنم، یعنی اینشو الان کپی کردم، اینشو کپی کردم، من وارد اون کانال شدم نمیدونستم کانال خودم یا کانال کس دیگه، و واقعا این کار خیلی کار زشتیه. یعنی الان دیگه نمیتونی بگی دزدی فقط اینه که از دیوار مردم بالا بری. یعنی حق کپی رایت رو رعایت نکردم و حتی منبع رو مثلا ذکر نکردم. آقا مثلا میخوای اینو کپی کنی، دقیقاً منبع رو لااقل ذکر کن. واقعا دزدیه این کار، واقعا دزدیه. و اینم بهتون بگم که چون کسی به ما اطلاع داد که کسی داره این کارو انجام میده، واقعا ممنونم ازش که این کارو کرد و بهمون اطلاع داد. آره، و شما ببینید انقدر واضح کپی کرده بودن که لحن من توی نوشتهایی که اون شخص نوشته بود مشخص. آره دیگه، یعنی مدل کامل ویدیوها رو انگار مثلا جز به جز جز به جز کلمه‌ها رو در آورد و جمله بندی کردم نوشته بود. یعنی دستش درد نکنه. ولی ازتون خواهش میکنم اگه یه همچین چیزی میبینین برای خودتون ارزش قائل بشین، برای ما ارزش قائل بشین و ریپورت کنید. چون آدما باید یاد بگیرن که نباید کپی کنن، هی از همدیگه کپی پیست کنن، هی کپی پیست کنن. ضایع کنن. اصلا ایده این پیج از اونجای زده شد که من پادکستی مثل پادکست علی بندری، مثل چنل بی رو گوش میدادم، مثل رادیو عجایب رو گوش میدادم و این پادکست ها ناب بودن. پادکست هایی بود که واقعا برایشون زحمت میکشتن، خاص بود، خودشون این محتوا رو آماده کرده بودن. دقیقا، و به قول علی بندری باید ما محتوای فارسی کم داریم. ما خب داریم این کار رو انجام میدیم، این زحمت رو میکشیم و واقعا بی‌انصافیه این کاری که داره اتفاق میفته و اون پولی که شما در میارین اصلا حلال نیست، چون ما خودمون هنوز یه ریالی از پیجمون پول در نیاوردیم. چجوری وجدانتون اجازه میده که تبلیغات بگیرید و با چیزایی که از ما کپی کردید؟ خیلی آدم زورش میگیره واقعا. من دیگه نمیخوام سر شما رو درد بیارم، چون خودم که تو پیجایی میرم که از این حرفا میزنن اعصابم به هم میریزه و ترجیح میدم به محتوا بپردازم. بریم ویدیو ایرلندی امروز رو شروع کنیم. مری متولد سال 1974 بود و اطرافیانش اونو به شخصی میشناختن که هوش بسیار زیادی داشت. همچنان آدم خیلی ساکت و آرومی بود، ولی آدم برونگرایی بود. اگر امروز خوشحال بود قیافش هم زار میزد که این آدم خوشحاله، ولی اگر ناراحت هم بود قیافش کاملا مشخص بود. پدر مری در سال 1989 فوت میکنه و مادر مری از این موضوع بسیار به هم میریزه، بسیار حالش بد میشه و از اون زمان به بعد پیوند عاطفی بسیار زیادی با دخترش مری برقرار میکنه، در صورتی که 5 پسر هم داشته کنار مری، ولی رابطهش با مری دیگه اصلا جدایی ناپذیر بوده. برادراش میگن که مری برای مادرمون مثل خواهریه که هیچ وقت مادرمون نداشته. شخصیت بعدی داستان ما کالین بلانش، کسی که در سال 1971 به دنیا اومد و کوچکترین فرزند بین 5 فرزند بود و در نزدیکی خونه مرینا زندگی میکرد و همونجا هم بزرگ شد. زمانی که 22 سالش بود و پا شکسته بود و بیشتر وقتش رو توی یه میخونه میگذروند، با مری 19 ساله آشنا شد و ارتباطشون با هم شکل گرفت. و مری از همون لحظه اولی که کالین رو دیده بود یه دل نه صد دل عاشقش شده بود، ولی خب 6 طول کشید که کالین به مری درخواست دوستی بده و با هم وارد رابطه بشن. از نظر مری کالین خیلی خوش قیافه و جذاب بود و همچنین شغل خوبی داشت. تونسته بود از دانشگاه مدرک آیتی بگیره و در بانک کار کنه و این مری رو وسوسه میکرد که به کالین به عنوان یک شخص نگاه کنه که میتونه باش ازدواج کنه. آره، شوهرش بشه. و خانواده مری هم از کالین خوششون میومد، اونو به عنوان یکی از عضو خون... یکی از عضو خانوادهشون
عضو خانواده. یکی از عضوهای خانوادهشون پذیرفته بودن، ولی این رابطه زیاد طول نکشید و کالین و مری از هم جدا شدن. جدا شدن و حال مری خیلی حال بدی بود، اصلا نمیتونست خودش رو کنترل کنه، همش گریه میکرد و مادر مری از این مسئله خیلی ناراحت بود، میخواست که یه کاری برای بچهش بکنه. برای همین زنگ زد به کالین و گفت که خب یه دلیل برام بیار که چرا از مری جدا شدی. مری خیلی ناراحته، خیلی قصه میخوره و کالین گفت که اگه اون ناراحته به من ربطی نداره، که مشکل خودشه. دقیقا همین، مشکل خودشه که قلبش شکسته، میتونه خودشو جمع جور کنه، برای من مهم نیست. و مادر مری از این که این پسر انقدر سنگ دله که مثلا حتی براش مهم نیست که دختری که باش چند ماه رابطه داشته انقدر الان دل شکسته و ناراحته، حداقل بیاد ازش دلجویی کنه، حداقل یه دلیل بهش بده که چرا باهاش به هم زده. خلاصه یه مدتی گذشت و مری هم خودشو جمع جور کرد و از اون میخونم که بندوال پیش خدمت کار میکرد اومد بیرون و رفت موشه دفتر سینمایی شد که کار تولید فیلم انجام میدادن در ایرلند. یه مدتی اونجا کار کرد و زمانی که قراردادش تموم شد، چون خیلی آدم دقیق و منظمی بود، بهش گفتن که ما الان که این پروژه تموم شده دیگه نیرو لازم نداریم، ولی توی اسکاتلند نیرو لازم داریم و تو کارت خیلی خوبه، بیا پاشو برو اسکاتلند و اونجا کار کن. ولی مری قبول نکرد، شاید به دوستا و خانوادش نگفت چرا، ولی اونا میتونستن حدس بزنن چرا، به خاطر اینکه مری هنوز امیدوار بود که کالین برگرده و رابطهشون رو دوباره از نو شروع کنن. حدس مری اشتباه نبود. کالین بعد از 6 ماه دوباره ظاهر شد. یه چند بار با هم رفتن بیرون و دوباره رابطهشون رو از سر گرفتن. به نظر می اومد که الان جدیترن توی رابطه، میخوان که رابطهشون رو خیلی جدیتر از قبل پیش ببرن، مثلا ازدواج کنن، از حالت دوستی بیان بیرون، از حالت دوستی بیان بیرون. کم کم کالین خونه پدر بزرگش رو خرید و اونجا ساکن شد و مری هم رفت و باهاش زندگی کرد، زندگیشون رو تشکیل دادن و با اینکه هنوز ازدواج نکرده بودن ولی توی خونه زندگی میکردن. زمانی که به نظر میومد همه چیز خیلی خوبه، یه اتفاق بد افتاد، اونم این که یه شب که کالین مست بود و پشت ماشین نشسته بود و داشت میومد خونه، با ماشین همسایهشون تصادف کرد و یک خانم 62 ساله که همسایهشون بود فوت کرد و خب دادگاه تشکیل شد، رفتن دادگاه، ولی چون مدارک کم بود و شاهدی وجود نداشت، کالین چی شد؟ تبرئه شد و تونست که آزاد بشه. فقط 6 ماه مجوز رانندگیش، چون رانندگی پرخطر انجام داده بود، لغو شد. در اکتبر سال 1998 کالین و مری نامزد کردن. با اینکه میتونستن بلافاصله ازدواج کنن و زندگی مشترکشون رو رسما آغاز کنن، ولی ترجیح دادن 2 سال صبر کنن بعد ازدواج کنن. بنابراین در سال 2000 ازدواج کردن با هم دیگه. ولی در سالن عروسی مری خوشحال نبود. شاید مثل تازه عروس بود دیگه، حالا مثل که نمیشه گفت، گریه میکرد، همش حالش بد بود، ولی کالین بهش توجهی نمیکرد. مثلا نمیگفت که عزیزم حالا گریه نکن، حالا دقیقا مثل همون قبلش بهش تغییر نکرده بود. اصلا انگار سنگدلی شد، مثلا نمیتونست از بین ببره، با اینکه خب مثلا میتونست رفتار بهتری داشته باشه. شاید مری به خاطر اینکه پدرش در مراسم عروسی حاضر نبود مثلا انقدر ناراحت بود، ولی خب کالین اهمیتی نمیداد. بالاخره در جمع دوستان و فامیلشون ازدواج کردن و بعدش هم برای ماه عسل رفتن به سنگاپور و تایلند. بعد از این که از ماه عسل برگشتن، رفتار مری شروع کرد به تغییر کردن. مثلا قبلا با مامانش زیاد خرید میرفت، ولی الان اصلا انگار علاقه به خرید نداشت. مامانشش بهش زنگ زد میگفت مری امروز نهار رو با هم بخوریم، مری بهونه می آورد، میگفت نه نمیتونم، کار دارم،
از به مامانش اصرار میکرد خب مری بیا خونه ما، میگفت نه نمیتونم، و به نظر من میخواست فاصله بیندازه مری بین خودش و مادرش و رابطهش رو تقریبا با مادرش با برادرش قطع کرده بود و رابطه دیگه باهاشون نداشت و خب ظاهرش هم داشت تغییر میکرد، یعنی اون آدم سرزنده و شاد نبود. مادرش فکر میکرد که خب چون تازه ازدواج کردم به خاطر همینه، و یه چیز عجیبی که وجود داشت این بود که اگر مادرش با هزار زحمت میتونست مری رو پیدا کنه و با مری باشه، کالین هم در جمعشون حضور داشت، یعنی اجازه نمیداد که اینا تنهایی با هم باشن. یعنی مثلا یه چیزی حالا بوده که شاید نمیخواسته مثلا بگی همچین چیزی، نمیدونم. به هر جهت کالین همه جا حضور داشت، هر جا مری بود کالین هم بود. در اواخر سال 2000 بود، اوایل سال 2001 که مری یک روش غذایی رو شروع کرد که میخواست سمزدائی کنه از بدنش. مری اواخر 27 سالگی بود و داشت وارد 28 سالگی میشد. یک مارس سال 2001 بود که کالین با اورژانس تماس گرفت و به اپراتور اورژانس گفت که همسرم از راه پله ها افتاده و به نظر میاد که هوشیاری نداره، به هوش نیست، هر چقدر صداش میزنم جواب نمیده. حالش خیلی بد بود، صداش میلرزید و اپراتور بهش گفت که تنفس دهان به دهان بهش بده، سعی کن هوشیارش کنی تا نیروهامون رو بفرستیم. همین جوری که اپراتور پشت خط بود و به کالین آموزش میداد که چیکار کنه، نیروهاشون رو هم فرستادن. تقریبا ساعت 12:30 بود، یک رو بعد از اینکه کالین زنگ زده بود، نیروهای اورژانس رسیدن اونجا. مری رو در حالی پیدا کردن که روی راه پله ها بود، یک پتو روش انداخته بودن، یک حوله زرد رنگ زیر سرش بود و هوشیار نبود. هر چقدر که سعی کردن که به هوشش بیارن، شوک دادن بهش، ولی مرده اعلام شد و گفتن که مری تموم کرده. و پرونده قرار گرفت روی میز پلیس و کاراگاه‌ها. مثل اینکه قانونشونه، با اینکه مثلا گفته از پله‌ها افتاده، ولی باید خب بالاخره باید ببینن که آیا مثلا واقعا دقیقاً هم اتفاق افتاده باشه. دقیقاً. اولین کاری که کردن با اینکه به نظر یک تصادف میومد، اومدن خونه رو پلمب کردن. گفتن چه افتاده، چه کشته شده، خانه صحنه جرمه. خونه رو پلمب کردن و شروع کردن به بازسازی صحنه که ببینن مری چجوری افتاده. اون پرستاری که رسیده بود بالا سر مری گفت که به نظر ما، تشخیص ما اینه که مری خیلی قبل‌تر فوت کرده و اون موقعی که کالین زنگ زده نمرده بوده، چون وقتی ما اومدیم بدن سرد بوده. چون وقتی که بدن میمیره هنوز گرمه، بعد آره. موقعی که مثلا سرد بشه و اینا دیگه طول میکشه. گفتن که اگر مری همون موقع از پله ها افتاده بود، ما وقتی میرسیدیم شاید میتونستیم به هوشش بیاریم. و اینکه همون پرستار گفت که من وقتی رسیدم خونه و کالین یه حوله تنش بود که گره زده بود جلوش، متوجه شدم که روی سینه‌اش چند تا خراشه و من به خراشا نگاه کردم و گفتم که روی سینه چی شده، و کالین به نظر می اومد که دفعه اوله که این زخمای تازه رو داره میبینه. گفته موقعی که داشتم به مری رسیدگی میکردم احتمالا مری زخمشون کرده، و اینکه موقعی که داشتن چک میکردن متوجه شدن اصلا حالتی که روی پله ها داره شبیه کسی نیست که از پله ها افتاده. زاویه بدنش نامتعادله، سرش حالت عجیبی داره و از اون مهمتر روی باسنش و روی کمرش یه سری کوفتگیه. اون پرسنل اورژانس گفت که من موقعی که رسیدم سر صحنه جرم، اپراتور به ما گفته که ما به کالین آموزش دادیم که تنفس دهان به دهان انجام بشه، ولی وقتی که اومدم صورت مری پر خون بوده، از دماغش اینا خون اومده بوده، ولی کالین نه دستش خونی بوده نه حوله‌ای که تنش بوده، و اگر تو خواسته باشی به کسی که دماغش داره خون میاد تنفس دهان به دهان بده، یه چیزی با دهنت خونی باشه، لباسات خونی باشه. آره، میگفت که این خونی نبوده. و اینکه یه چیزی که به نظر ما خیلی عجیب بوده این بوده که همش میگفته که مرده، نفس نمیکشه که دیگه، مطمئن این که مرده. و میگفتن این برای کسی که به تازگی زنش از پله افتاده و 6 ماه ازدواج کردن، یعنی میخواد بدون واقعا مرده دیگه، خلاص شده راحت بشه. آره،
و خب بردن مری رو بیمارستان، کالین هم رفت باشون بیمارستان و مادر مری میگه که من اونجا که رفتم کالین نشسته بود، دستاشو گرفته بود اینجور تو صورتش و بهش گفتم که حال مری چجوریه و کالین به من گفت که مری مرده. مری مرده، یعنی بگه نفرم خواهی خبر مرگ بدی اینجوری بگه مری مرده. آره دیگه، نه انگار که مادرش، آره مثلا دکترها هم به این شکل خبر مرگ رو نمیدن. آروم آروم کم کم به کسی میگه. این شهادتی که پرسنل اورژانس دادن و نوع مشکوکی مرگ مری باعث شد که یک پرونده قتل باز بشه و جسد مری رو بفرستن پزشکی قانونی. توی پزشکی قانونی وقتی که به اون متخصص گفتن که علت مرگ این بوده که از پله ها افتاده و مرده، متخصص پزشکی قانونی تعجب کرد، گفت نه شکستگی سر داره نه شکستگی پا داره، مگه از چند تا پله افتاده؟ بعدم این که چشماش دچار خونریزی شده، زبانش متورم شده، خونریزی از بینی داشته، یه علامت کوچولو روی گردنش داره، اینا نشون خفگیه. درسته که وقتی یه نفر رو خفه کنی باید دور تا دور گردنش یه علامت بیفته، اون علامت رو ما نداریم، ولی علامت اینی که از رو پله هم افتاده رو ما نداریم. کسی که از رو پله هم میفته میمیره، نمیتونه که خفه شده باشه، زبانش متورم بشه، یا مثلا باید شکستگی چیزی باشه که اصلا باعث مرگ شده باشه، باید باعث مرگ شده باشه. و پزشکی قانونی اعلام کرد که علت مرگ خفگیه، نه اینکه از پله ها افتاده باشه. و از کالین خواستن که بیاد یک بیانیه بده و اعلام کنه که چه اتفاقی افتاده، و به خانواده مری هم خبر دادن و بهشون گفتن که ما خیلی متاسفیم که این خبر رو میخواییم بهتون بدیم، ولی به نظر ما، نظر پزشکی قانونی اینه که مری از پله ها نیفتاده، بلکه مری خفه شده و ما شکمون به آقای کالین همسرشه و از شما خواهش میکنیم که این مسئله رو به کالین نگین. خانوادهش خیلی دچار شوک عجیبی بودن. از اون مهمتر که وقت داشتن کارهای کفن و دفن رو انجام میدادن، کالین اسم مری رو نمی آورد، بلکه مری رو جسد خطاب میکرد و همه اینا خانواده مری رو خیلی عذاب میداد که چجوری میشه آدمی که 6 ماه قبل دخترمون باهاش ازدواج کرده الان در مورد دختر ما اینجوری حرف میزنه. بعد از یک هفته جسد رو بهشون تحویل دادن و مراسمش در همون کلیسایی که ازدواج کرده بود برگزار شد، مراسم ختمش، و مری رو دفن کردن و کالین در اونجا یک شو رو انداخت. یک خودش رو دچار یک حالتی کرد که من خیلی ناراحتم که همسر جوونم رو از دست دادم، نو عروسم رو از دست دادم. و خانواده مری که از حقیقت خبر داشتن و از اینکه پلیس ها به کالین مشکوکن، عذاب میکشیدن این رفتار کالین رو که میدیدن. همونطوری که بهتون گفتم، پلیس از کالین خواست که بیانیه بده و وقایع اون روز رو شرح بده. کالین گفت که من صبح رفتم سر کار و بعدش هم زور رفتم برای نهار و وقتی رفتم نهار برای مری یه دونه کادو خریدم و بعدش هم برگشتم خونه. ساعت 7 برگشتم خونه، با هم شام خوردیم. یکم از نیمه شب گذشته بوده که ما با هم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم و مری به من گفته که من میرم دوش میگیرم و موقعی که رفته دوش بگیره من یه صدای تاپ 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 شنیدم. وقتی که رفتم دیدم که مری از روی پله ها افتاده و بیهوشه. بعد هم که زنگ زدم به اپراتور، هیچی نگفتم به کالین، گفتم که خونه رو صحنه جرم اعلام کردم و متخصصا رفتن داخل خونه. داخل خونه که رفتن دیدن که اتاق خواب لکه های خون داره. چجوری میشه که مری روی پله ها مرده باشه ولی توی اتاق خواب لکه های خون داشته باشه؟ قبل از این که مثلا بره همون داشته خون ریزی میکرد. آره، خلاصه مثل این که ظاهرن وقتی یک نفر رو خفه کنی رگ های بینی پاره میشه و این رگ های بینی موقع دم و بازدم خون رو پرت میکنه بیرون و یک قباری از خون روی کاغذ دیواری ها ریخته بود و خب متخصصا تونستن این رو پیدا کنن و به این نتیجه رسیدن که مری داخل اتاق خواب به قتل رسیده، خفه شده، و
و بعد جسدش کشیده شده روی پله ها. چون اگه یادتون باشه بهتون گفتم که روی کمرش و روی باسنش علامت خراشیدگی داشت و اینکه پلیس میگفت که اگر کالین موقعی که زنگ زده به اپراتور سعی کرده که به همسرش تنفس دهان به دهان بده، باید روی تلفن یا روی دستش و اینا علامت خون یا مخاط بینی مری پیدا میشد، در حالی که کالین اونجا نشسته بود با اپراتور حرف میزد و اپراتور بهش آموزش میداد که چجوری تنفس دهان به دهان بشه بده، در حالی که اون یک نمایش بازی میکرد. آره دیگه علکی داشته میگفته که آره من این کارا میکنم، آره من دارم بهش تنفس دهان به دهان میدم، مثل همون فیلمی که هم نمایشی که گفتی توی کلیسا برگزار آره، کرده بوده، قشنش ادا در میآورده. کاراگاه‌ها یه احتمال دیگه هم در نظر گرفتن، اون هم این که احتمال داره که کالین هم دست داشته باشه، ولی ظاهراً خونه‌شون یک دزدگیر خاص داشته که رفت و آمدها باز شدن و بسته شدن در رو چک می‌کرده و گفتن که از ساعت 9:45 دقیقه که وارد خونه شده کالین تا موقعی که اورژانس رسیده اونجا هیچ کس وارد و خارج نشده، پس تنها مظنون ما الان کالینه، هیچ کس دیگه به غیر از کالین نمیتونه باشه. موقعی که داشتن خونه رو چک میکردن یک قرارداد پیدا کردن، اون هم قراردادی که 3 ماه قبل از ازدواج درست شده بود. ظاهرا کالین یک بیمه عمر میخره به ارزش 200,000 پوند و بعدش در 3 ماهی که مونده به ازدواج و عروسیشون میاد ارزش اون 200,000 دلار رو میکنه 400,000 دلار. 200,000 پوند. آره، میکنه 400,000 پوند و یک شرط میذاره. اون هم این که اگر کالین 29 ساله یا مری 27 ساله در 10 سال آینده هر کدومشون که بمیرن به اون پارتنرشون 400,000 پوند بدن. یعنی که الان اونه که اگه بمیره پولش میاد دست کالین. آره، یعنی الان که مری به صورت اتفاقی از پله ها افتاده بیمه قراره 400,000 پوند بده به کالین. و یه کاری هم که کردن، اومدن کامپیوتر کالین رو چک کردن و متوجه شدن که تمام مرورگرهاش حذف شده، یعنی تاریخچه مرورگرش رو کلن پاک کرده. آره، کلن پاک کرده و هیچ اطلاعاتی نمیتونستن داشته باشن و ظاهراً علوم کامپیوتر اون زمان در سطح اولیه بوده، اول سال 2001 بوده دیگه، برای همین یک مدت طولانی طول میکشه تا بتونن که ریکاوری کنن و برگردونن اطلاعات رو و پیدا میکنن که در زمان عروسیشون، در همون زمانی که موقع عروسیشون بوده، کالین در حال سرچ کردن خفگی، کشتن در چند ثانیه، بند کردن نای، یعنی در حالی که مری داشته لباس عروس میدیده و با برنامه داشته داره زندگیش و اینا، برای ازدواجشون داشتن برنامه ریزی میکرده، کالین داشته نقشه قط میچیده. خیلی وحشتناکه، یعنی فکر کن در حالی که اون داشته لباس عروس میخریده این داشته نقشه قتلشو میکشیده. واقعا متاسفم واقعا واسش. کالین ظاهرن 4 ماه بعد از ازدواجش در فضای مجازی بسیار فعال بود، خودش رو یک مرد مجرد معرفی کرد، کسی که چند سال قبل همسرش فوت کرده و در حال حاضر مجرده و 29 سالشه. اتفاقا در همین فضای مجازی با یک خانومی هم آشنا شد به اسم هلن شپرد. این خانم شوهرش چند سال پیش فوت کرده بود، الان 2 تا بچه داشت و کلن در یک شهر دیگه زندگی میکرد. خلاصه اینطوری بهتون بگم که ظاهراً کالین میاد صورت خودش رو روی بدن یک مدل فوتوشاپ میکنه و برای این خانم میفرسته بمیرم براش و خلاصه رابطهشون رو با هم شکل میدن. یک عالمه ایمیل های عاشقانه بینشون رد و بدل میشه، حتی روز ولنتاین بوده و کالین به عنوان یک مرد متأهل که برای زنش باید کادو بگیره نمیگیره، به جاش برای این خانم یک دسته گل بزرگ میفرسته و 60 بیت شعر در وصف این زن. آره، در وصف این خانم واسه زنش هم خب بیمه اون گرفته بوده، خدا ولنتاینش اون بوده.
خلاص یعنی فکر کن 60 بیت شعر برای این زن نوشته بوده و براش فرستاده بوده و این خانم واقعا باورش شده بوده که این مرد عاشقشه. در کنار این احساسات عاشقانه ای که به دوست دخترش داشته، یک رویه دیگه هم داشته. توی کامپیوترش مشغول سرچ کردن در مورد قاتل‌های سریالی بوده و یک قاتل سریالی آمریکایی رو پیدا می‌کنه که ظاهراً تمام کسایی که کشته بوده دوست آشناهاش بودن. حالا چیکار می‌کرده با اینها؟ یک حوله می‌ذاشته دور گردنشون و با اون تنابی که می‌خواسته اینها رو خفه می‌کرده که رد نیفته دور گردنشون. آثار خفگی معلوم نشه. دقیقاً. آثار خفگی مشخص نباشه. و بعد تا قبل از اینکه نیروهای اورژانس برسن بدن اینا رو توی پتو نگه می‌داشته. بدن گرم باشه. دقیقاً کاری که کالین انجام داد. و وقتی که کاراگاه‌ها به یه همچین چیزی رسیدن دیگه شکشون 100% شد و الان دنبال آلت قتل بودن. میگفتن این که مری روی گردنش هیچ نشونه‌ای نداشته به خاطر این بوده که احتمالاً از چیزی استفاده شده بوده. از حوله استفاده کرده بوده. گشتن توی خونشون، طناب رو گشتن، لباس گشتن تا رسیدن به اون حوله‌ای که کالین روزی که مری به قتل رسیده بود تنش بود و دور کمرش رو با یه چیزی بسته بود، یه دونه چی داره دیگه؟ با بنده همون. آره بند حوله داره، با اون بسته بود. اونا که آزمایش کردن دیدن که آثار نشونه های خون مری روش هست. یعنی شما فکر کنین که اومده با اون زنش رو خفه کرده، بعد تنش کرده نشسته اونجا، بعد دوباره اونو بسته دور بدنش. خیلی وحشتناکه. یعنی واقعا یعنی هیچ احساسی نداشته. یعنی چجوری میتونی آدم اینجوری احساس کنه؟ اصلا هر جور بخوای فکر کنی، یعنی اصلا آدم با یه حیوانم که زندگی بکنه عاطفه بهش داره. و بعدش که یه همچین چیز رو پیدا میکنن، کالین رو دستگیر میکنن به جرم قتل همسرش. اطلاعات میچینن رو میز و بهش میگن آقای کالین شما متهم به قتلی. کالین میگه که من نمیدونم، به من ربطی نداره، من قتل نکردم، من هیچ ایده‌ای ندارم و کلاً قتل رو گردن نمیگیره. در زمانی که داشتن پرونده کالین رو تشکیل میدادن که بفرستنش دادگاه، با دوست دخترش هم مصاحبه کردن. رفتن به اون شهری که زندگی میکردن و عکس کالین رو روی یخچال خانومه پیدا کردن و بهش گفتن که خانم شما خبر داری که این دوست پسرت خانومش مرده؟ و خانم هلن گفت که بله، به من گفته که خانمش تا مرده. و کارگاه بهش گفتن که خبر دادی که به تازگی فوت کرده؟ گفت نه، چند سال پیش فوت کرده. گفتن به دروغ گفته و اطلاعات رو بهش دادن و اون خانم هم هرچی ایمیل و چیزی براش فرستاده بود، عکسای فتوشاپ شده، اون زمان هم فتوشاپ بوده لعنت بهش، همه رو فرستادن، همه رو داد به کارگاه تا پرونده کامل بشه و تاریخ دادگاه مشخص کردن. تقریبا 2 سال بعد از قتل مری بود و فرستادن زندان کالین رو، ولی خب یکی از دوستان و آشنایانشون براش وثیقه گذاشت، پول داد و کالین تونست از زندان بیاد بیرون و در انتظار محاکمه باشه. البته که از بانک بیرونش کردن و بهش اجازه کار کردن ندادن. کالین هم رفت و با پدر و مادرش زندگی میکرد و در مدتی که درست بود که وثیقه گذاشته بودن و بیرون از زندان بود، ولی باید میرفت هر روز امضا میکرد اداره پلیس و میگفت که من هستم داخل شهر. فرار نکردن و همینطور پاسپورتش رو هم ازش گرفته بودن. ظاهرا قانونشون اینه که برای متهما پاسپورتشون رو ازشون میگیرن، مدارک هویتیشون رو میگیرن و فقط آزادن صرفا. آره دیگه، نتونن شهر دیگه، کشور دیگه فرار کنن. و خرج زندگیش هم اینطوری بود که سوار ماشین مری میشد و میرفت مسافرکشی میکرد. یعنی هنوز از وسایل مری استفاده میکرد. در مه سال 2000 بود که خانواده کالین رفتن اداره پلیس و گفتن که ما 2-3 روز از کالین رو ندیدیم. وقتی که لیست امضاها رو چک کردن دیدن که کالین 2 روزه که نیومده امضا بزنه و خبری ازش نیست. این برا بگرد، اون برا بگرد، کجا رفته؟ نیرو فعال کردن و تونستن ماشین مری رو که کالین ازش استفاده میکرد توی پارکینگی لب پرتگاه پیدا کنن. یعنی فرار کرد. تلفن همراهش نه.
تلفن همراهش روی یکی از صندلی ها بود، یک بطری مشروب خالی هم روی صندلی بود و این جایی که ماشینش رو پارک کرده بود پایینش پرتگاه بود، اقیانوس آرام بود ظاهرا، و حدس می‌زدن که احتمالاً کالین مشروب خورده و بعد خودش رو پرت کرده پایین و خودکشی کرده. ولی من واقعا فکر نمی‌کنم آدم به این بی‌احساسی همچین کاری کرده باشه. شبانه روز به مدت چند ماه زمینی و دریایی همه جا رو گشتن تا جنازه‌اش رو حداقل پیدا کنن، ولی هیچ اطلاعاتی پیدا نمی‌شد و کارگاه اصلی پرونده میگفت که من مطمئنم که کالین خودکشی نکرده، چرا که ماشین رو با یک دقت خاصی پارک کرده، حتی شیشه ماشین رو انقدر داده پایین که بتونه که سویچا رو برداره و من فکر میکنم که فرار کرده. این تنها کاری که انجام دادن این بود که اطلاعات رو داغ نگه می‌داشتن، یعنی تا تونستن توی تلویزیون هی دماری صحبت کردن که مردم ببینن، کسی دید مردم خبر ببینن بده. یعنی در مدتی که کالین غیب شده بود اینا مدام درمونش حرف میزدن، تو روزنامه مینوشتن، تو تلویزیون نشون دادن، زیرنویس میکردن و داغ نگه داشته بودن موضوع رو. بیش از یک سال گذشته بود که دیگه کالین پیداش نبود، ولی اخبار گفتم همینجوری در مورد مری و کالین صحبت میکردن و کالین هنوز عکسش چاپ میشد توی روزنامه، تا اینکه یک خانم ایرلندی روزنامه رو داشت میخوند، باز کرد عکس کالین رو دید و گفت که این چقدر شبیه این مرد بارمن است که ما توی اسپانیا توی اون جزیره دور افتاده دیدیمش. اتفاقا ایرلندی هم بود، فکر کن توی جزیره دور افتاده توی اسپانیا، اتفاقا ایرلندی هم بود، اسمش چی بود؟ اسمش سیام بود و زنگ زد اداره پلیس. وزیر اداره پلیس گفت من با همسرم مسافرت کردیم و یک بارمنی رو دیدیم که ایرلندی بوده و ما قرار بوده که براش یه هدیه بفرستیم، با هم خیلی صحبت کردیم و اینا، آدرسش رو به ما داده، آدرس کافه رو به ما داده، ایمیلش هم پشتش نوشته و ما فکر میکنیم این خود کالینه. کارگاه اصلی پرونده اومدن گرفتن کارت رو ازشون، چون هنوز نمیتونستن 100% اعتماد بدن که کالین هست. پلیس گفت براش هدیه رو بفرست. آره خلاصه رفتن این کارت رو چک کردن و دیدن که بله، دستخط کالینه و کالین الان کجاست؟ توی یه جزیره دور افتاده توی اسپانیا. و جالبه که هر کسی هم میخواد گم بشه اسپانیا میره گم میشه. اطلاعات رو پلیس ایرلند داد به پلیس اینترپل اسپانیا و خیلی سریع سیان 33 ساله در خونه دوست دخترش دستگیر شد. ظاهرا این آقای سیان گفته بوده که من ایرلندیم، 33 سالمه، پدر مادرم مردن و در خونه دوست دخترش زندگی میکرد، یک زندگی درست کرده بود. یعنی کل خانوادهش هر کی میگفته مردن، همه رو گفته مردن، من هیچ فامیلی ندارم ولی دارم اینجا زندگیت میکنم توی اسپانیا. خلاصه اونجا بردنش، گفتن که آقا شما زنتو کشتی. سیان گفت که من اصلا زن ندارم، نه یه دوست دختر دارم اسمش کتیه، دیگه کسی دیگر نمیشناسم. اصلا انگوش که گرفتن دیدن این کالینه. یعنی چه آدمی بوده این به خدا. این دیدن کالینه و خب دستگیرش میکنن، برش میگردونن به اسپانیا، برش میگردونن به ایرلند. در اونجا به کاراگاه میگه شما خیلی خوش شانس بودی که من دستگیر کردی، چون من کمتر از یک هفته دیگه قرار بود برم که تایلند و اینا دیگه نمیتونستی پیدا کنی. آره دیگه کلن مفقود میشد. خلاصه اونجا که رفتم با کاراگاه صحبت کرد و گفت که گفتن این هویت سیان رو چجوری گیر آوردی؟ گفت که من یک همسایه‌ای داشتم که یک پسری بوده همسن و سال خودمون، دوران مدرسه با هم بودیم و این آدم خیلی درونگرایی بوده، با پدر مادرش زندگی میکرده، هیچ دوستی نداشته، تا حالا پاسپورت هم نگرفته بوده، برای همین از هویت این استفاده کرده بوده، پاسپورت و کارتش همه چی هم گرفته بوده، همه رو به اسم خودش گرفته بوده. و من اومدم ماشین رو اونجا پارک کردم، بعد هم با قطار رفتم لندن، از لندن رفتم بارسلونا و از بارسلونا که توی اسپانیا بود رفتم به اون جزیره دور افتاده و با دوست دخترم زندگی میکردم. در 11 آوریل سال 2005 محاکمه کالین شروع شد و در کمال تعجب کالین همه اتهامات رو پذیرفت و گفت که بله، من مری رو به قتل رسوندم.
گفت که من صبح که از خونه بیرون رفتم میدونستم که قراره امشب بکشمش، برای همین براش یک هدیه گرفتم که همه شک نکنم فکر کنم من یک همسر دوست داشتنی ام که برای همسرم یعنی هر کاری می‌خواسته بکنه برنامه‌ریزی می‌کرده ولی برنامه‌ریزیش مشکل داشته درصد خطش زیاد بوده و گفت که براش کادو گرفتم. بعد رفتم با دوست دخترم حرف زدم و با هم قرار ملاقات گذاشتیم. بعد دوباره سرچ کردم در مورد اینکه هوشیاری چقدر طول می‌کشه که هوشیاری از بین بره و بعد رفتم خونه و شامی که مری درست کرده بود رو با هم خوردیم و حتی رفتیم پیش اون دکتری که داشت پیشش میرفت که بدنش رو سمزدایی کنه و بعد برگشتیم خونه. وقتی که برگشتیم خونه مری قرار بود بره دوش بگیره، من بدون خبرش رفتم توی اتاق خواب، حوله زرد رو برداشتم، این کمربند لباسم رو دورش گذاشتم و پیچیدم دور گردن مری و تونستم فشار دادم و مری شروع کرد به مبارزه کردن. اول سینما خراش داد، بعد به شکمم لگد میزد و بعد فرار کرد از اتاق، از دست من فرار کرد. من هم دنبالش رفتم و موهاش رو گرفتم و کشیدمش داخل اتاق و انداختمش روی تخت و بار دیگه پیچیدم دور گردنش و فشار دادم و مری رو بعد از چند دقیقه دیگه فوت کرد. بعد من با قسمت دوم نقشم رو اجرا میکردم، آوردمش روی پله ها، سرش رو به طرف زمین گذاشته بود که انگار سرش آسیب دیده، اون پتو رو آورد دورش انداخت، زیر سرش اون چیه رو گذاشت و حوله رو گذاشت و بعد هم زنگ زدم به اورژانس وقتی که مطمئن شدم که کاملا مری مرده. و بعد هم به خانواده مری گفت که من متاسفم که دخترتون رو کشتم، هیچ حرف برای گفتن ندارم. و قاضی هم گفت که این یکی از بی هدف ترین قتل هایی بوده که ما تا حالا دیدیم، بی احساس ترینشون به نظر من، اصلا انگار خیلی آدم عجیبی بوده، دادم چرا واقعا مثلا چی کار بوده انجام بده. و کالین به حبس ابد محکوم شد بدون آزادی مشروط، ولی خانواده مری خیلی اذیت شدن، میگفتن که ما فقط دخترمون رو الکی از دست ندادیم، ما پسرمون رو هم از دست دادیم، چون کالین برای ما مثل پسرمون بوده و خیلی دوستش داشتیم و خیلی عذاب میکشیم از اینکه این اتفاق افتاده. این داستان هم تموم شد، امیدوارم از این محتوا خوشتون اومده باشه. خیلی ممنونم که از ما حمایت میکنین، اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین، لایک کنین و برامون کامنت بذارید، واقعا برامون با ارزشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.